بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. نهم ربیع الاول، آغاز ایام فرحة الزهرا سلام الله علیها. حمله عاملان انتحاری به مسجد شیعیان قندهار. و دستگیری خطرناکترین گروه داعش در موسل. سلام، بر حضرت ابا عبدالله الحسین و درود بر شما بینندگان عزیز، به این بخش خبری خوش آمدید. نهم ربیع الاول، آغاز ایام فرحة الزهرا سلام الله علیها و شادی و سرور شیعیان و محبان اهل بیت علیهم السلام است. به گزارش شیعه ویوز، با فرارسیدن نهم ربیع الاول و آغاز هفته براءت از دشمنان اهل بیت علیهم السلام، شیعیان با پیروی از کلام امیرالمومنین علیه السلام که یکی از نامهای این روزا یوم نزع السواد اعلام فرمودند، لباس عزا را از تن خود درآورده و رخت شادی بر تن می کنند. شیعیان همچنین در این روز که با نام قدیر ثانی نیز شناخته می شود، با اقامه مجالس شادی و سرور این روز و ایام را گرامی می دارند. علمای اعلام و مراجع عظام تقلید نیز با پیروی از کلام اهل بیت علیهم السلام بر برپایی این مجالس تاکید داشته و مناسب ترین برنامه در این گونه مجالس را ذکر فضائل و مناقب اهل بیت علیهم السلام، تبیین دلائل حقانیت ایشان و متائن دشمنان ایشان از اخبار و احادیث و تاریخ صحیح دانستند. بر اثر انفجارهای تروریستی در مسجد شیعیان در مرکز قندهار در جنوب افغانستان، دست کم 33 نفر شهید و 57 نفر دیگر مجروح شدند. به گفته شاهدان عینی در این حمله دو انفجار رخ داد، یک انفجار در ورودی این مسجد و انفجار دوم در داخل آن. پس از این انفجارها نیروهای امدادی مجروحان را به مراکز درمانی منتقل کردند. حال بسیاری از بیماران وخیم بوده و احتمال افزایش تعداد شهدا می رود. مسجد جامع فاطمیه قندهار بزرگترین مسجد این شهر بوده و چند دهه قدمت دارد. هفته گذشته نیز یک انفجار انتحاری بزرگ در مسجد شیعیان قندوز رخ داد که بیش از 300 شهید و مجروح بر جای گذاشت. مسئولیت هر دوی این انفجارها را عناصر داعش بر عهده گرفتند. اقداماتی تروریستی که به نظر می رسد طراحان آن پشت نام گروه تروریستی داعش پنهان شدند. سنی های تندروی داعش در دو هفته اخیر ضربه های سنگینی در عراق دیدند. در همین راستا حدود دو هفته پیش تروریستی که مسئول مالی داعش شناخته می شد دستگیر شد و ایشون هم یکی از خطرناکترین مسئولان داعشی در موسل به دام افتاد. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. نیروهای مردمی عراق یک گروه از سنی های تندرو داعش را در استان نینوا شناسایی و دستگیر کردند. بر اساس بیانیه رسمی واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق، این نیروها طی یک عملیات ویژه بر اساس اطلاعات دقیق امنیتی و پس از دریافت مجوزهای لازم قضایی، این گروه را که خطرناکترین واحد داعش در شرق موصل اعلام شده دستگیر کردند. این بیانیه افزوده این واحد شامل 6 عنصر داعشی می شود که سابقه کشتار غیر نظامیان و نیروهای امنیتی عراقی را داشته و همکنون نیز مسئولیت تقسیم اموال میان خانواده های داعشی را بر عهده داشتند. بر اساس این بیانیه، این افراد اسناد و اموال و سلاح هایی داشتند که همه توسط نیروهای امنیتی عراق ضبط شدند. از سوی دیگر مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق چند روز پیش اعلام کرد سامی جاسم مسئول مالی داعش در یک عملیات بسیار دشوار دستگیر شد. جاسم معاون ابوبکر بغدادی رهبر فعلی داعش بود که 2 سال پیش کشته شد. او از نزدیکان رهبر کنونی این گروه به شمار می رود.
بازداشت این دو عامل مهم داعشی ضربه ای سنگین به پیکره نیمه مرده داعش در عراق به شمار می رود. آستان مقدس علوی چهارمین دوره آموزشی نغمه‌های قرآنی را برگزار می کند. شعبه دار قرآن کریم بانوان وابسته به مرکز قرآن کریم در آستان مقدس علوی اعلام کرد. این آستان چهارمین دوره مقدماتی نغمه‌های قرآنی را با حضور بیش از 500 قرآن پژوه برگزار می کند. حسین عاملی ناظر این دوره گفت ثبت نام در این دوره از 3 تا 8 اکتبر 2021 میلادی انجام گرفت و بیش از 500 قرآن پژوه در این دوره ثبت نام کردند. مدت زمان این دوره 3 خواهد بود. مقامات فرانسوی قصد تعطیلی یک مسجد جدید را به بهانه مقابله با افراط‌گرایی دارند. مقامات منطقه سارت فرانسه اعلام کردند به بهانه مقابله با افکار افراطی تدابیر لازم برای تعطیلی یک مسجد جدید اتخاذ می شود. اداره منطقه سارت در بیانیه اعلام کرد در این مسجد 300 نمازگزار نماز می خوانند و 2 مظنون به افکار افراطی در این مسجد رفت آمد می کنند. در این بیانیه آمده مقامات فرانسه مدعی هستند که این مسجد به فعالیت‌های تروریستی و اقدامات خشونت‌آمیز تشویق می‌کند. در همین راستا روزنامه لوفیگارو نوشت مقامات فرانسوی می‌خواهند حساب‌های بانکی 8 مربوط به این مسجد را بلوکه کنند. از سال 2017 میلادی دستگاه‌های امنیتی حدود 650 عملیات برای تعطیلی اماکن مذهبی انجام دادند و از 24,000 نفر بازرسی کردند. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا علی، خدا نگهدار.